السلام علیکم، خوش آمدین به برنامه رو در رو. 8 نفر با هم چشم در چشم قرار دارن، میخواین که یکی دیگر زیر تاثیر بیارن و همون 10000 افغانی پول نقد رو ببرن با دیسید موبایل که در مرحله بازی 500 افغانی ماشاءالله پیسه زیاد است، به خاطر زبان من بند میشه، 500000 افغانی را پیدا کنن. خب ببینیم که همون دوستید موبایل و 10000 افغانی را کدام یک از دو خانواده برنده خواهد شد. برنامه را شروع میکنیم با معرفی خانواده کاظمی. تشویق کنید و این خانواده را خانم یلدا رهبری میکنن. خوب هستین؟ انشاءالله سلامت باشین. به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهانش بود به یکسان. بسیار خوب. دیگه یلدا کاظمی هستم، فارغ 12. علی جان علی کاظمی، کارمند در یک از بانک‌های خصوصی، محصل اقتصاد. بسیار خوب. دیگه حبیب جان برادرم که کارمند یکی از کمپانی‌های خصوصی است، فارغ رشته ژورنالیسم. بسیار خوب. دیگه بنفشه جان است، استاد است در یکی از مکاتب خصوصی. چیتون میشه بنفشه جان؟ خواهر مذهبی برادرم است. و علی جان؟ شوهرم است. شوهرتان است. و استاد علی کاظمی، شما حالا شاید باز بگین که اینا باز به خود نسبت داد، اتفاقا سر خوردیم و هیچ بر ما زنگ هم نزده و مثل بعض دوستایی که در کوچه و سرکا ما رو میبینن که در برنامه رو در رو چه رقم اشتراک کنیم او کار هم نکردن و شما هم نگوین که غیر کارکردهای خود در روی میکشه بر ما میکشه و میگه که من چی کار هستم. استاد تکواندوی ما هم هستن و خودشان هم استاد تکواندو هستن. من یک وقت تکواندو کار میکردم پیش استاد کاظمی. برش کف بزنید، یک ورزشکار موفق است، شاگردای زیاد داره، البته از مزار آمدن. خوش آمدین استاد عزیزی که دیر وقت بود شما را دیدم، بسیار زیاد خوش هستم. بسیار خوشحال شدم. سلامت باشین استاد، خوش آمدین. خب مشرف شدیم، میریم به طرف خانواده اوفیانی و این خانواده را عطا رهبری میکنن. عطا جان خوب هستین؟ جان تنجور خوش آمدین، معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اول به شما روشن جان. و علیکم السلام. دیگر حاضرین در تالار و بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و تیم مقابل. بسیار خوب. یکی از اشتراک کنندگان برنامه رو داره دیگه زبیالا جان پسرم هست. بسیار خوب. حتی قلاب پسر واجم هست. جاوی جان یازنیم هست. خب مشرف شدیم. حال هر دو سرتیم بین سوال اول جواب میتن، تشویق کنیم. بفرماییم چون خانم یلدا خانم استاد ماست، از این اک سوال کنیم اجازه هست؟ اونا تکواندوباز هستن، شما کدام رشته رزمی اینا رو بلد هستین؟ نیستین؟ نیستم. در خانه استفاده میکنه از تکواندوی چیزا یا نه؟ نمیکنن؟ خب ما رو کل ورزش یک طرف مک دو ماه اولش صرف گردم و سالون ورزش مرا دوانده ناق بدون گرم بیایی استاد چی وقت میایی رقم فا وای چی وقت میایی میگه اون میایی میایی تو بدون خلاص من تنازم ورزش هم دوش یادم هست. خب میایم سر اصل مطلب. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسیم سوال از قبلا از 100 نفر پرسیدیم، 100 نفر جواب داده، تعداد جوابای ما شده 8 جواب. معمولا به شما در روز کی زیاد مسج میکند؟ دوست. شما نگوید کی؟ یک دو سه دوست. دوست از دوست. به طرف خانواده ببینیم، رفتیم به طرف خانواده کاظمی. استاد علی معمولا به شما در روز کی زیاد مسج میکند؟ همکار. همکار از همکار. حبیب معمولا به شما در روز کی زیاد مسیج میکنه؟ برادر. برادر؟ بله. هست؟ برادر. بنفشه معمولا به شما کی زیاد مسیج میکنه؟ خواهر. خواهر هست؟ خواهر. یلدا به شما روزانه کی زیاد مسیج میکنه؟ سنفی. سنفی هست؟ هم سنفی. استاد علی به شما کی زیاد مسیج میکنه روزانه؟ خانم. خانم؟ مسیج خانم چی میباشه زیادتر؟ زیادتر؟ کجا هستی؟ چی کار داره؟ چی ضرورت داره؟ چیزایی که ضرورت هست نیمیدار میگه از؟ خانم! عبیب به شما زیادتر کی روزانه مسیج میکنه؟ خواهر. خواهر؟ البته دو خواهر داریم. نه برادر. از؟
هم برادرم بود بنفشه و معمولاً روزانه به شما کی زیاد مصرف میکنه؟ مادر. مادر؟ از؟ خانواده اوفیانی بین خود مشوره کنین. یلدا، معمولاً روزانه به شما کی زیاد مصرف میکنه؟ خواهر خانده. خواهر خانده؟ از؟ آمده مطلب خانواده اوفیانی، خدا کنه جواب پیدا کرده باشین. اگر شما استوار بشینین نامتان دیده میشه. جای جان، معمولاً به شما روزانه کی زیاد مصرف میکنه؟ نامزد. نامزد. عتیق؟ کاکا. زبیلا؟ نامزد. نامزد. تا خوان شما تزمین. نامزد. زبی نامزد است؟ نه خیر، نه. خوامتون نامزد، دان خدا پر کرده گفت که یعنی پدرم متوجه باشه. اگر جوابشان در بین جوابای باز نشده بود، بیشتر از 69 امتیاز میگیرن. اگر نبود 69 امتیاز خانواده کاظمی میگیرن است؟ نامزد! 85 امتیاز آمد برای جواب به طرف خانواده اوفیانی و نامزد بیشتر امتیاز به خاطر داشت. همه مسیج این همین نامزاد هم رواج ساختن که کجا هستی؟ چی میخوری؟ یا چی خوردی؟ شب زنگ زده میتونی نمیتونی؟ این گفت ها در مسیج رد و بدل میشه. خب جوابی که باز نشده با ما یک جای بخوانین. دو شوهر که این را باید خانم یلدا میگفتن یا استاد علی مسیج نمیکردش تو خیر. آل سوال دوم ما میپرسیم از نفرهای دوم زبه و علی مهن. تشکر کنیم. شانس خوب بردیدون. سوالی که از شما دو نفر میخواییم بپرسیم، سوال از قبل از 100 نفر پرسیدیم. 100 نفر جواب داده، تعداد جوابای ما شده 7. چیز را نام ببرید که در بغلاوه انداخته میشود. خمیر. خمیر است؟ شکر. شکر است؟ بوره. به طرف خانواده ببینیم. رفتیم به طرف خانواده کاظمی. حبیب، چیزی را نام ببرید که در بغلاوه انداخته می شود. قند. قند؟ لپولی بوره است؟ بنفشه، چیزی را نام ببرید که در بغلاوه انداخته می شود. آرت. آرت است؟ خانواده اوفیانی بین خود مشوره کنین. یلدا، چیزی رو نام ببرید که در بغلاوه انداخته می شود. پسته. پسته است؟ پسته. علی جان، چیزی رو نام ببرید که در بغلاوه انداخته می شود. آب. آب است؟ آب. عبیب، چیزی رو نام ببرید که در بغلاوه انداخته می شود. ال. ال است؟ هل. بنفشه، چیزی رو نام ببرید که در بغلاوه انداخته می شود. چهارمغز. چهارمغز است؟ چهارمغز. یلدا، چیزی رو نام ببرید که در بغلاوه انداخته میشه. پودر ناریال. پودر ناریال است؟ آمده به طرف خانواده اوفیانی، خدا کنن مشوره خوب بتن برای عطا خان که جواب درست پیدا بتانن و مردم هم فکر نکنن که طرف استادش استاد طرفداری کرده. جاوید، چیزی رو نام ببرید که در بغلاوه انداخته میشه. روغن. 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 عتیق؟ پسته. پسته. زبی؟ روغن. روغن. شما تصمیم میگیرین که با اینا هم نظر باشه یا کدام چیز نمو میخواد؟ جواب تو زبی الله موافقه هستم. روغن. روغن. اگر جوابشان در بین جوابهای باز نشده بود، بیشتر از 71 امتیاز میگیرن. اگر نبود 71 امتیاز خانواده کاظمی میگیرن. است روغن؟ روغن. 88 امتیاز دیگه هم آمد به طرف خانواده اوفیانی. یک جوابی که باز نشده با ما یک جای بخونین. 6. بادام. که در پولی چهارمغز بادام چطور یادشان رفته بوده. خب با می رقم میبینیم خانواده اوفیانی دارن 173 امتیاز، خانواده کاظمی یعنی 0 هستن. میریم به طرف یک وقفه، بعد از وقفه سوال سوم رو میپرسم. وقت پرسیدن سوال سوم رسید. سوال سوم ما 200 امتیاز داره، چرا که ضرب دو بشه و ایره جواب میتن نفرهای سوم عتیق و حبیب. اردویشان رو تشویق کنید. شانس خوب بردیتان. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسیم، سوال است که قبلا از 100 نفر پرسیدیم. 100 نفر جواب داده، تعداد جوابای ما شده 5 و این 5 جواب 200 امتیاز داره. اگر شما پیدا کنین 200 امتیاز میشین، اگر شما پیدا کنین از 300 میشه امتیازتون 373. هیچ نیازی به پرسیدن سوال چهارم نخواهد شد، مستقیم برنده میشین مرحله اول و شما نمانین که نه مرحله اول برنده شون. بر سوال سوم آماده؟ ایوان رو نام بگیرید که هر روز میبینید. پشک. پشک است؟
پیشک بخی شریک کاروبار و روزگار ما شده. این پیشک هر روز واقعا میبینیم به طرف خانواده، ببینیم مشورشان چی است. رفتیم به طرف خانواده کاظمی، بنفشه حیوان را نام بگیرید که هر روز میبینید. سگ است. سگ. یلدا. حیوان را نام بگیرید که هر روز میبینید. مرغ. مرغ از علی. حیوان را نام بگیرید که هر روز میبینید. مرکب. مرکب. آل در کابل هم زیاد شده، در پایتخت، در کوچه ببینید، در کراچی هم میبینید. از مرکب. عبیب. حیوان را نام بگیرید که هر روز میبینید. یک، دو، سه، چهار، پنج. خانواده اوفیانی بین خود مشوره کنین. بنفشه، حیوان را نام بگیرید که هر روز میبینید. اسب. 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 یلدا، حیوان را نام بگیرید که هر روز میبینید. گاو. گاو. اسب گاو. ما روز گاو نمیبینم، اما شیر گاو ممکن هر روز ببینم. جاوید، حیوان را نام بگیرید که هر روز میبینید. گرگ. عتیق. سگ. زبی. گر. شما تصمیم میگیرین که با اینا هم نظر باشین کدام سن نظر میخواین؟ جان جاوید موافق هستم. گرگ. گرگ. اگر جوابشان در بین جوابای باز نشده اون شما را 5 باشه 200 امتیاز میگیرن، 373 میشن، برنده میشن. اگر نباشه 170 امتیاز خانواده کاظمی میگیرن، خدا مساوی میسازن با خانواده افیانی. آیا است؟ گرگ. 200 امتیاز دیگه هم اومد به طرف خانواده اوفیانی و مجموع امتیازهایشان شد 373. خانواده برنده است. خانواده اوفیانی، شماها 10,000 افغانی پول نقد برنده هستین از طرف شرکت، از طرف خود برنامه رودرو و دوستید موبایل پرایم برنده هستین از طرف شرکت خالد لمر. خب تشکر از شرکت خالد لمر، مبارکتان باشه. شما بین خود مشوره کنین، دو نفر مرحله دوم پیدا کنین. خانواده کاظمی، برنامه جالب داشتیم همراه شما. از راه دور آمدین، چی ناسفور آمدین. خب تشکر از اینکه آمدین اشتراک کردین و راه دور تای کردین آمدین تا اینجا. فقط در اینجا برنامه ما به خاطر ساخته شده که یک خاطره بسازین برای خود، برای آینده در خانواده کاظمی که در یوتیوب نشسته کنین. شما میتونین برنامه خود هر وقت ببینین. استاد من خبر ندارم اولادا چند دانه است؟ ماشاءالله 5 دانه، 6 دانه است. چند دانه؟ 5 دانه. 5 دانه است. یک دختر، 4 بچه. ماشاءالله ماشاءالله. کلش تکواندو کار شده مقصد. خب تکواندو کار مثل من نباشه، من تکواندو کار کردین در هر جایی که جنگ میکنم لات میخورم. شوخی میکنم، ورزش به خاطر از این نیست که آدم جنگ کنه، به خاطر از این است که صحتمند باشین و در مسابقات اشتراک کنین، مدال آور باشین. استاد مدال هم گرفتین؟ بله بله. از در کجا، در کدام مسابقات؟ من خود شاگردار رو برده بودم مسابقات جوانی تاجکستان برده بودم، دیگه ازبکستان رفتیم مسابقات، دیگه پاکستان رفتیم، از پاکستان مدال طلا آوردم شاگردا. بسیار خوب. خودتان مدال گرفتین یا شاگردا؟ نه شاگردای من. خب یک از شاگردایتان این دیگه رشته هم مدال گرفته غیر از رشته تکواندو. خیر باشه، بازم خوش شدم از اینکه دیدم شما را. تشکر از اینکه اشتراک کردین و انشالله خاطره خوش ببرین در دیگه عرصای زندگی. انشالله خوش شانس باشین، خصوصا در تکواندو که باز بخیر مدال بگیرین. بازم تشکر. ببینیم که خانواده اوفیانی از بین 4 نفر کیها را انتخاب کردن. عطا محمد خان، زبی جان و جاوید. بیاین اردیتان، تشریف کنین اردیشان هم. خب اول کدام تان میخواین جواب بدین؟ اول من میخوام. این از وقت تعیین کرده بودین؟ نه نه تعیین کردیم. خب در موسیقی کدام تان علاقه دارین شما؟ نه. علاقه دارین یا ای که مجبور هستین حال برین بشنوین؟ مجبور هستیم. مجبور هستیم دیگه. من مطمئن هستم زبی جان به خاطر پدرشان زیر تاثیر رفتن که پیش روی پدر چطور بگه که آم آریان و سعیده خوش دارم. خیر آفرینتان که پدر خدا احترام میکنین. باید تمام پدرها، پدر کلانا، بزرگا، نه تنها پدر اینا، بزرگایی که در محل هست احترام شوند، به خاطر که اونا با تجربه تر از ما هستن، خوب راه و چاره میتونن فرق کنن، از تجربه از اونا استفاده میکنیم. خشما برین از موسیقی لذت ببرین. ما و شما میریم به طرف یک وقفه، بعد از وقفه 5 سوال میپرسم، اگر 200 امتیاز بگیرن 500,000 افغانی رو برنده میشن.
خوش آمدین به مرحله دوم رو در رو. گپ 5 سوال و 500 هزار افغانی، شرطم 200 امتیاز پوره کردن. آیا دو نفر میتونن 200 امتیاز پوره کنن یا خیر؟ ایره هم معلوم میکنیم. جاوید جان، ما از شما 5 سوال میپرسم، شما 20 ثانیه وقت دارین که به 5 سوال جواب بدین. اگر کدام سوال از او جواب داده نمیتونین، بسیار راحت بگین بگذر. من میگذرم، از 20 ثانیه وقت باقی مانده بود، دوباره میپرسم، شاید وقت شما جواب داده بتونین. وعده ای کار زبیه هیچ کمک برتان نمیتونه، فعلا سرگرم شنیدن موسیقی صدای ما را نمیشنوه. زمان 500 هزار افغانی را برنده میشین که 200 امتیاز هر دویتان پوره کنین و وقت شما شروع به کم شدن میکنه که 20 ثانیه است. بعد از ختم سوال اول کم شدن شروع میشه. صحیح؟ صحیح. بلندتر جواب بدین. آماده هستین؟ بله. 20 ثانیه آماده. یک شخص مغرور چه خاصیت میداشته باشد؟ بگذار. کار را نام ببرید که در سفر انجام میدهید. سفر انجام میدهید. موسیقی گوش کرده. خب. یک چیزی را نام ببرید که نمایندگی از افغانستان کند. بیرا. شغلی را نام ببرید که در آن از این کف بذاریم برای شما. وقت شما پوره شد. من در اول از شما پرسیدم. یک شخص مغرور چی خاصیت میداشته باشد؟ و شما گفتین؟ بگذر. اونم بگذر بود که دوباره هیچ وقت نشد بر پرسیدنش، به او خاطر از این گرفتین صفر. و چرا زیاد چورت زدین راستی به می خاطر؟ هرچی کن چورت. دوم پرسیدم کار را نام ببرید که در سفر انجام میدهید. با بسیار چورت زدن گفتین؟ موسیقی گوش کردن، که کردنش هیچ جای نشده، به خاطر ما میگیم به زبان که موسیقی گوش کردن بوده. اما همین که چرت زدین به خاطر جواب دادن از این، همین هم صحیح جواب بود. میگفتین چرت زدن سفر زیادتر چرت هم میزنه که اونجا رسیدیم این تو میکنم اون تو میکنم و گپا. خب چند امتیاز داشته موسیقی گوش کردن؟ 20. و سوم پرسیدم یک چیزی رو نام ببرید که نمایندگی از افغانستان کند و شما گفتین بیرق. از 100 نفر چند نفرش با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ 29. خوب امتیاز برسیم والا بود جواب هم نرین دور نرین زیاد همین تو یک جای استاد باشین. چهارم تا پرسیدم که شغل را نام ببرید که در آن از اینترنت استفاده میکنن، وقت تام پوره شد، هیچ گپ به او خاطر ازیام گرفتین صفر. دور نرین و مجموع امتیازاتتان اونمو 49 است. پنجم هیچ وقت ندادین من بپرسم، به او خاطر هم 49 بس از دیگه. خب 12 گفتن 49 گرفتن، افتخارم میکنن که از 12 ما زیاد گرفتم. 49 امتیاز گرفتن، 151 امتیاز دیگه نیاز دارن که 200 امتیاز پوره کنن. 151 امتیاز باید زبه بگیرن. زبه رو خوب تشویق کنین که این کارو بکنن. زبی جان، ایسو سعی نمیکنین، یکی از شرایط ماست. شرط دوم مایی است که 200 امتیاز باید در دویتان پوره کنین. شرط سوم مایی است که شما در 25 ثانیه اونمو 5 سوال تکراری را جواب بدین. شرط چهارم مایی است که شما تکراری جواب ندین. اگر تکراری جواب بدین این صدا را میشنوین. این صدا را کشوندین زود جوابتان را تغییر بدین که امتیاز گرفته بتانین. خوب است، 49 امتیاز گرفتن، 151 امتیاز نیاز دارین. در بین جوابهایشان یکیش به علت بگذر گفتن صفر گرفتن و دو صفر دیگر به علت وقت پوره شدن گرفتن. آماده هستین؟ وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول که 25 ثانیه است و یکم سوال هم میتونیم بگین بگذر. بلندتر جواب بدین. بله. 25 ثانیه آماده. یک شخص مغرور چه خاصیت میداشته باشن؟ خاصیت بولداری. کار رو نام ببرید که در سفر انجام میدهید. خواب کردن. یک چیزی رو نام ببرید که خواب کردن شانسی بود. یک چیزی رو نام ببرید که نمایندگی از افغانستان کند. بیرق. تکرار. سرود ملی. شغلی رو نام ببرید که در آن از اینترنت استفاده میکنند. کامپیوتر. یک حیوان رو نام ببرید که در افغانستان زیاد است. خر. این همی خر گفتن دلیل یک رقم سینما به خاطر سوال کردن ما گفتگی و خر. تو گفتین ما در اول از شما پرسیدم یک شخص مغرور چه خاصیت می داشته باشه و شما گفتین پولدار بودن. اصد نفر چند نفرش با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ صفر. بلندترین امتیاز از یک شخص مغرور خودخواه می باشه، که خودخواه بلندترین امتیازش بود. دوم پرسیدم کار رو نام ببرین که در سفر انجام می دهید و شما گفتین خواب کردن. اصد نفر چند نفرش با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ 22.
اما بلندترین امتیاز از این عکس گرفتن بوده که وقتی جای میرین عکس میگیرین در راه جایی که منظره خوب میبینن. سوم پرسیدم چیز را نام ببرین، یک چیز را نام ببرین که نمایندگی از افغانستان کنه، و شما گفتین سرود ملی. یادم دارین سرود ملی را؟ بسیار خوب. از 100 نفر چند نفرش با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشتن؟ 27. اما با تفاوت دو امتیاز بیرق بلندترین امتیاز ازی بود که قبلا گفته بودن. و چهارم پرسیدم شغل را نام ببرید که در آن از اینترنت استفاده میکنند، شما گفتین کامپیوتر. کامپیوتر شغل است؟ از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 0. بلندترین امتیاز ازی شرکت های هوایی بوده که از اینترنت 100% استفاده میکنن به خاطر از اینکه ارتباط داشته باشن با طیاره و با تیکت گرفتن با این چیزا. و پنجم پرسیدم اگه اون رو نام ببرید که در افغانستان زیاد است، و شما گفتین خر. و بسیار جدی گفتین. ما باید قصد از این خر گفتن تو بگیرم. چند امتیاز داشته ای؟ 33. یک سه 31 شدین. اما بلندترین امتیاز از این بود سک. یک سال 31 امتیاز گرفت، 69 امتیاز کم آوردن که 200 امتیاز پاره کنم 5000 افغانی رو برنده شوند. خیر باشه، 10000 افغانی پول نقد و 2 سید موبایل که یکش تشخیصگیری نامه است برنده هستند. برشان مبارک بگیم، البته با کف زدن شما. مبارکتان باشه. شما خانواده عزیز اگر میخواید در برنامه رو در رو اشتراک کنید فقط با 456 زنگ بزنین، کلید 622 را فشار بدین، نام 4 نفر خدا بگیرین، در برنامه را پیدا میکنین. این بود برنامه امشب، تا شبهای دیگر الوا نگهدار. برای تماشای قسمت قبلی برنامه اینجا کلیک کنید. برای تماشای قسمت بعدی برنامه اینجا کلیک کنید. اگر میخواهید در یوتیوب با ما بپیوندید اینجا کلیک کنید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک کنید، کامنت بگذارید.